خودت را چطور می‌بینی؟ موسی 12 نفر را برای شناسایی کنعان فرستاد. 10 نفر از آنها در بازگشت گفتند: با اینکه سرزمین خیلی عالی است، ولی ما در برابرشان مثل ملخ ضعیف و ناتوان هستیم. 2 نفر دیگر گفتند: با اینکه قوی‌اند، ولی آنها خوراک ما هستند و ما می‌توانیم بر آنها پیروز شویم. در نتیجه آن 10 نفر و همه کسانی که مثل آنها فکر می‌کردند هرگز پایشان به کنعان نرسید. شما خود را در برابر مشکلاتتان چطور می‌بینید؟ ملخی ناتوان در دست مشکلات، بی‌نوایی که از هر طرف بدشانسی آورده، پیشانی سیاهی که از اول سقش سیاه بوده، لنگی که هرچه سنگ است به پایش می‌خورد، بدبختی که اگر بر لب دریا برود آب دریا خشک می شود، مظلومی که حقش را می خورند و سر و کارشان را به اولیا و اوصیا واگذار می کند، یا مانند آن 2 نفر دیگر یوشع و کالیب که می گویید کنعانیان تنومند خوراک ما هستند. 45 سال بعد می بینیم که تمامی کنعان در تصرف رویای مقتدر این 2 نفر است، اما از آن 10 نفر هیچ خبری نیست. شما خودتان را چطور می‌بینید؟ شما در برخورد با مشکلات دقیقاً همان چیزی هستید که خودتان را معرفی کرده اید و دقیقاً همان چیزی خواهید بود که خودتان را پذیرفته اید. اقبال لاهوری می‌گوید: سنگ چو در خود گمان شیشه کرد، شیشه کردید و شکستن پیشه کرد. جلیل سپهر.